سلام، در این قسمت از بدون تعارف از سرداری پر افتخار و خستگی ناپذیر میگیم که 40 روز از فقدان او گذشت. کسی که عمری مجاهدت کرد، از جبهه های دفاع مقدس تا نیروی قدس و جبهه های مقاومت. او رفیق و یار حاج قاسم بود. بله، صحبت از سردار سید محمد حجازی است. حاج خانم خیلی متشکرم، فرصت گذاشتید که ما بتونیم خدمت شما باشیم. 40 روز گذشت از شهادت حاج آقا. چند سال زندگی مشترک با سردار داشتید؟ 38 سال. شما محل اصفهان هستی؟ ایشون کارشون در ابتدای زندگی همون تو سپاه بود؟ تو بله، ایشون دانشجو بودن موقع که اومدن خواستگاری. در این حال طلبه مدرسه حقانی قومن بودن. حاج آقا موقع که من ازدواج کردم تو قسمت آموزش سپاه تو مسجد انقلاب سپاه مشغول بودم. چند فرزند داری تاشو؟ من 3 فرزند. یک پسر آقا سید علی و دو دختر. علی آقا از اون روزی که حالا حاج آقا بد شد ظاهرا تو منزل و ایشونو بردید بیمارستان، بگید برای ما چی شد یک دفعه ایشون؟ ایشون تماس گرفتن مادرم با من و گفتن که پدرتون حالش خوب نیست. دیگه من و مادرم رفتیم باشون صحبت کردیم و ایشون راضی شدن که برم بیمارستان و رفتم بیمارستان و دیگه سکوی پرتابشون شد. شیمیایی هم بودن ایشون؟ بله، ایشون که سابقه جانبازی، هم جانباز شیمیایی بودن هم جزئی موارد دیگه هم بود. این سالهای آخر به حال مسئولیت ایشون در نیروی قدس در لبنان بود. خب خیلی کار حساس خطیر. اینجا دیگه نگران نشدید؟ نگفتید دیگه حالا این جبهه رو فعلا به خودت استراحت بده؟ با من مشورت کردن، گفتن نظرت چی اگه آج آقا بگم بریم؟ حضرت آقا نظرشون باشه، تو نظرت چی؟ گفتم من دیگه چی میتونم بگم؟ وقتی حضرت آقا نظرشون هست شما بریم، منم تو و هم همراه. یعنی بچه ها رو گذاشتید و رفتید دیگه؟ بله، بچه ها ایران بودن. سخت بوده دیگه براتون به هر حال؟ اون موقع ما یه دونه نوه داشتیم، وقتی برگشتیم 6 تا شده بودن. با حاج قاسم چقدر رفیق بودن؟ یه دوبار رفتم تو منطقه همراه پدرم. خب توفیق داشتم که نفس حاج قاسم هم به ما خورد. خیلی احترام عجیبی متقابلا به هم داشتن، یعنی خیلی مشهود بود، اصلا نیاز به دقت نداشت، خیلی واضح. من خاطرم هست تو ایام شکست حصر نوبل از زهرا، من از دور دیدم که احساس کردم جلسه ای میخواد شروع بشه، خب ما ترک کردیم، ولی از دور دیدم که حاج قاسم خودشون شروع کردن نقشه ها رو باز کردن و برای پدر من توضیح دادن که اینجا اینجور شده، اونجا اینجور. خب این خیلی برای من جالب بود. اولین چیزی که ما مشاهده کردیم و به دستمون رسید و یقین کردیم اون دست بریده ایشون و اون انگشتش. علی آقا، حاج آقا تو لیست ترور هم بودن دیگه، یعنی دنبال؟ بله، ایشون از زمانی که در واقع رفتن لبنان و خب
فعالیت‌های ویژه‌ای هم اونجا انجام گرفت. شنیدم که ایشون نقش موثری توی در واقع دستیابی حزب الله و مقاومت به موشک‌های پیشرفته داشتن. خب ایشون از همون دوران مطرح بود اسمشون و گفته میشد، حالا تو این یک سال و نیم اخیر هم خیلی شدیدتر شد. خب ایشون هم رعایت میکردن مواردی که باید رعایت میکردن، ولی چیزای ظاهریشون نه، چیزای ظاهری که خیلی ها اسمشون میذارن حفاظت، یعنی چند تا ماشین شیشه دودی رو بگیر و ببند. من خیلی حرص خوردم از دستشون یک سال، مثلا اینکه شخصی دنبالشون باشه، محافظ دنبالشون باشه، هیچ وقت نشد. یعنی که مشکلات ما همینه دیگه، میگن مسئولین این شیشه دودی ها رو باید سفید کنن، بیان تو مردم ببینن چه خبره دیگه، اگه این اتفاق بیفته خیلی هم مشکلات حل میشه. پدر منم همیشه اینو میگفت، میگفتش که ما در خارج از مرزهای ایران خیلی عزتمندیم، ولی در داخل مرزهامون خیلی باید کار کن. و انشالله ما هم امیدمون اینه که این اتفاق بیفته. آخرین مصاحبه حاج آقا تو همین برنامه ما، برنامه بدون تعارف بود، نمیدونم دیدید یا نه، راجع به حاج خاصی. بله. و خاطرم هست که بعد برنامه انگشتری هم که من امروز دست کردم، حاج آقا به من هدیه دادن. یاد اون برنامه شما افتادم که رفتید پای لباس حاجی و بله بابا براتون توضیح داد، و الانم خوشحالم که بابا به مقصودشون رسیدن و اون دنیا به حاج قاسم پیوستن، این دنیا هم لباسشون قاب شد کنار لباس حاج قاسم. لباسی که تن میکردن؟ بله، لباس حاج قاسمه که ما هم تبرک بکنیم، جاشون قبلیه.